هر گونه فروش و کسب سود از سخنرانی های این جانب به غیر از محصولات و تولیدات مؤسسه نور و زهرا سلام الله علیها شرعا حرام است در زین بنده تمام عواید حاصل از فروش تولیدات مؤسسه مذکور را وقف مؤسسه مساف ایرانیان نمودم تا صرف عرصه مهدویت گردم با احترام علی اکبر رائفی پور کلیه حقوق مادی و معنوی این برنامه متعلق به مؤسسه مسافه ایرانیان می باشد و عواید آن صرف حوزه مهدویت می هرگونه سوء استفاده به هر نحو عملی غیر اخلاقی و ناپسند بوده و به اهداف مهدوی مؤسسه آسیب می رسند. این عمل شرعن حرام و قابل تعریب است و با متخلفین وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد جنبش مساف تقدیم می پایگاه اینترنتی جنبش مساف مساف دات پست الکترونیک info مساف سامانه پیام کوتاه 2013 سیزده مؤسسه فرهنگی دیجیتال کوسر رایانه مهر نور و زهرا سلام الله علیه با. مرکز پخش انحصاری آثار استاد علی اکبر رایفی بود نشانی اینترنتی نور و سامانی پیام کوتاه هزار, هزار شد تلفون 021-66-56-6000 سلام على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع ودعيفيها بعدد ما حاط به الموك أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين وأئمة المعصومين واللعنت و على اعدائهم اعداء الله الى قيام يوم الدين عرض سلام و ادب و احترام مجدد دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار حاضر در جلسه از اینکه در خدمتتون هستیم خداوند متعال رو شاکریم خب من خیلی سریع بحث رو شروع میکنم زمانمون بسته است ما دیشب در مورد آفرینش صحبت کردیم که این یک مقوله اختیاری بوده و در عالم زر که حالا برخی میگن عالم ارواح برخی میگن ما قبل روح ما خودمون پذیرفتیم که کی کجا به دنیا بیایم و این کاملا اختیار از سر اختیار بوده منتها از آنجا که برخی در دل نهفته داشتن یک چیزی رو قرار شد امتحانی هم گرفته بشه و این زمین دار ابتلا دار ابتلا برای انس بود حداقل برای جنیان هم هست اما انس مد نظرونه از جنیان یک شیطان خدا مثال زد و میگه زوریه هم داره بچه داره افرادی داره دار و دسته داره کارشون هم اقوا کردن از سرات مستقیم بیرون کشیدن یعنی شیطان کاملا شناسا شناسایی دقیق داره رو سرات مستقیم یعنی حالا نعوذ بالله نعوذ بالله مثل یک پیغمبر سرات مستقیم شناسه قشنگ جاده رو باید بلد باشه که بگی اینجا نباش و یعنی خودش یه جا چیکار میکنه هدایت میکنه به سرات مستقیم نمیخواد این کار رو کنه لعقودن نه علا سرات من نشستم میگم. عرض کردیم یک روزی این راه که مثل یک تناب نجاته حبل الله المتینه ببین به امیر یا حبل الله المتین ببین اصلا شما به این مفهوم برسید خدا شاهد موحد میشید خدا رو شاهد گرفت. همه چی میتونید جواب بش بدید اگر حبل الله المتینه این سر تناب دست خداست تا کی میشه از این تناب رفت بالا تا بی نهایت تا بی نهایت میشه به خود خدا رسید نه اما هر چی بالاتر بری هی خدایی تر میشه خدایی تر شد نمیشه خدا شد میشه خدایی تر شد تناب کی خود امامه تناب اون امامه شخصیت امامه یعنی هم با تو همراهی میکنه هم راهنمایی میکنه هم در او رشد میکنی یعنی اصلا اینجوری نیست امام آدرس باشه بعضی اشتباه فکر می‌کنن امام یه آدرسیه نه اینطور نیست میگه ان الله حسین مصباح الهدى و سفینه نجات شما در سفینه در کشتی چطور نجات پیدا میکنید؟ کجای سفینه اید درونشید یعنی در درون امام به مقصد نزدیک میشید با امام به مقصد نزدیک میشید اگر امامو بیاید کنار بیا بیرون هر لحظه از کشتی بپری بیرون چه خبره غرق میشی. هر لحظه ولو صد متر مونده باشه به چیز صد متر هم مونده باشه به ساحل بپره به پرپاین قرقی چیز واضحی اصلا این دنیا و آن دنیا و اینها هم نداره ادامه سرات فکر نکنید با مرگ تازه میخوایم میره مرحله بعدی یعنی بخشی از شناخت امام و شناخت خدا و معرفت الله تازه بعد از مرگ قرار محقق بشه با سلاح های جدید تا دیروز به شما میگفتن فقط میتونی پشت رول بشینی بچه کوچیک بزن چه بگم بهتره بچه کوچیکو میگن سوار دو چرخه شو درسته بزرگ میشه بزرگ میشه میخواد به سرعت های 120 تا 160 تا برسه دیگه دو چرخه جواب نمیده برای اون چی لازمه ماشین لازمه ماشینم چی میخواد گواهی نامه اصلا مرگ مقصد نیست مرگ یک تحوله برای اینکه این مطلب جا بیفته من مجبورم این رو بحث کنم باز بکنم خیلی هم شیرین و قشنگه مثالی که خود پیامبر میزنه که خیلی مثال قشنگه اصلا مثالی که اهل بیت میزنن مثالی یک دو دیگه اصلا ردخور نداره معصوم میفرماد مثال مرگ و گذر از این دنیا از این پل به اون سر پل عین به دنیا آمدن از رحم چیه؟ مادره یک سوالی از شما میپرسم شما بچه که تو رحم مادره تو رحم مادر به چشم نیاز داره؟ آره یا نه؟ به هیچ وجه به پا نیاز داره؟ به هیچ وجه به سیستم بویاییش نیاز داره؟ نه خیر به سیستم چشاییش نیاز داره؟ نه خیر عجیب وابسته به چیه بگید؟ به بند ناف یعنی سیستم تغذیش از طریق چیه؟ بند ناف بهش میگی بابا ول کنیم بند نافو دست و پاتو درست کن او دنیا یعنی این دنیا که الان میشه او دنیا پا به دردت میخوره چشم به دردت میخوره میلنگی ها کوری نمیبینی ها اصلا نمیفهم میگه نه همین بند نافو رو جسم. متوجه نیست به دنیا میاد یه بچه ای که رشد جنینیش کامل نبوده پاهاش کامل نبوده میاد این دنیا چیکار میشه بگید سختی میکشه اذیت میشه چشم نداره اذیت میشه بپذیریم آقا اذیتش بیشتر از کسایی که چی چشم دارن میبینه یه دایی رو دارن تونتا میدوان قصه میخوره حسرت میکشه اسمش شده یوم الحسره درست شد اصلا عین همین حالا صدی بگو به خدا قسم و بندناف پاره میشه این دنیا و همه رو میذاری این بندناف با تو نمیاد میکننش مینوزنش اون طرف اصلا خودت بعد به دنیا آمدن بیزاری بعد تحرک او خوشه تو رحم مادر یه دست و پای برای خودش میزن و یه جای داره 25 سال در 25 سال فکر میکنه حاکم کل دنیاست ببینید مثال او دنیا به این چقدره معصوم فرمود مثل یه حلقه مثل یک شن نسبت به بیابان یه شن نسبت به بیابان یه حلقه نسبت به بیابان چقدره میگه اون دنیاتون اونجوری به خاطر این که جالب خدمتتون عرض بکنم لحظه مرگ همون اول مرگ همه خوشحال میشه این اون بچه که ب... میدونی بچه موقع به دنیا مقاومت میکنه گریه میکنه داد و بیدادش بلنده من نمیخوام به دنیا بیام وقتی به دنیا تازه چشاش باز میشه میگه عجب خولی بودیم ما نیومدیم همینه میگه اشتباهی کردیم بعد یوی نگاه میکنه میره بقیه میدوه میخواد بدوه میره نمیتونه میخواد لمس کنه میبینه نمیتونه میخواد بو بکشه میبینه نمیتونه میگه ای داد بیدا تمام امیدم و گذاشته بودم به بند ناف اشتباه کرد تنها حسی که اون اون ور داره این طرفم داره فقط شنواییه با اون حس شنوایی فقط صدای قلب مادر رو شنیده تمام شد رفت قرار بر اینه او نیاز داره در این مرحله تکامل جنینی دست و پایی پیدا کند برای چی برای اینکه میخواد تو رحم مادر دست و پایی میزنه میگن نوزاد پسر رو یکی از روشای قدیمی سونوگرافی نبود تشخیص میدن لغت زدنش بود لگت میزد یه زن میدین پیرنش میپره مادر میدید پیرنش میپره تکون میخواد. میگفت این بچه پسره اما آیا کارای پا فقط همون بود چقدر که کارهای پارو فقط همین بدونیم چقدر احمقانه است اما میاد این طرف چه میشه عجب دنیایی میتونه قهرمان دوی دنیا بشه میتونه بدوه میتونه بشه از تمام لذات این دنیا بهره ببره صدی هم بهش گفتن گوش نکرد گفتن همین رحم بس اکات همینه ما الان داریم یه دست و پاهایی در میاریم که نمیبینیم ها تغذیه از کجا میشیم مادری که درست تغذیه نشد بچهش ناقص به دنیا میاد بهش گفتن آقا انقدر شکلات کاکائویی نخور بچهت بیش فعال به دنیا میاد گوش نمیکرد ویار دارم هوس دارم میخوام بخورم آسیب میبینی نه حالیش نیست متوجه نیست آقا این داروهای شیمیایی نخور رو بچه اثر میذاره آقا هوای آلوده اثر میذاره آقا استرس رو بچه اثر میذاره ناراحت بشی رو بچه اثر داره چرا او باید جسمی کامل بشه برای دست و پا داشتنی که هیچگاه توی رحم مادر علاوه فقط پا دست و پا در حد یه لنگ و لقد انداختن حس کرد حالا داره یه دست و پاهایی قراره به دست بیاری برای اون دنیا حسشون اصلا هم میگی اینا نمیخورن چیو به چسب نافو این پنج تا حس رو به چسب جز اینا حسی وجود نداره محل تغذیه‌ای وجود نداره تمام محل تغذیه همین بند ناف منه طرف اینجوری میگه اون جنین چقدر مزهکه و دو دنیا میری میبینه ای داد بیداد آقا امام صادق فرمود میگه بعضیاتون این سرات ادامه داره میره اون طرف میگه بعضیاتون سر سرات به سان برقی میگذرید برخی بر روی اسب مثل سرعت یک اسب سوار برخی پیاده برخی سینخیز و برخی تان از این سرات آویزان می شوید و بخش هایی از بدنتان میسوزد و بخش هایی سالم می ماند و برای برخی قدم گذاشتن بر سرات مانند قدم گذاشتن بر روی پلیس به باریکی مو و تیزی شمشیر کیا و اون سرات خوب میتونن برن که که این طرف سرات خوب کیا اون طرف خوب میدونن کسی که بر خوب تغذیه شدن خوب تو دوره جنینی تکامل پیدا کردن وگه نه قطعا اون بر آسیب خواهد دید بعد حسرت هم میخوره یوم حسرت ای داده بیداد شنیدی؟ تو روایت میگه تو برزخ تو محشر وقتی نقل میکنن میگه یه آدمایی هستن شکماشون گندست اینقدر رو زمین دو سمت شکم طرفه کشیده میشه رو زمین میخواد به این این شکم بارگی کرده میگه زبونش الله دست و پاها نمیتونه جمع بکنه این چیکار کرده دروغ گفته غیبت کرده گناه زبانی کرده برخی هستن که اصلا خیلی عجیبه به دنیا میان میگن این بچه جان نداره دو روز بیشتر بگید زنده نمیمونه این یه تیکه گوشته خوک محشور میشه طرف اون دنیا چرا؟ چون از استعدادهای این دنیایش جز خوک بودن پرورش نیافت از انسان بودن چه فهمید؟ شهوت خوردن چه فرقی با خوک دارد؟ هیچ اولا که کل انعام بل هم ازل میگه وقود و چیو میگه آتیش جهنم الناس والحجاره میگه آتیش جهنم هیزومش الناس بعضی از مردم و سنگ یعنی خدا در حد چی ازشون استفاده میکنه دنیا؟ هیزوم در حد چوبس. در چوب و سنگ داره ازشون استفاده میکنه باید بریم اون طرف آماده میشه چجوری آماده باید بشیم همین جاده رو باید درست بریم اگر ما برسیم به عوارضی مشهد اون مثالی که داشتیم میزدیم تو راه گفتیم میریم به سمت مشهد عوارضی مشهد یهوی دیگه این ماشین رو میخوان از اون بگیرن میگن شما درست شدی بیا بالاتر قرار پشت F14 بشینی من دانشگاه شهید ستاری قبول شدم هفتش ده سال پیش بر رفتم اونجا یک آزمایش از ما گرفتن نم پول نو گشتن رو دست اون میگفت لرز نباید بلرز یه چیزی بود ما رو میچرخون 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 یه هایی وای میستاد گفت پاشو را برو باید راه میرفت اینا رو برای پشت رول چه آزمایش ازت میگیرن؟ بگو ای نا. برای دو هیچ هرچی به وسیله بیشتری برای اوج گرفتن و سرعت گرفتن الاسما و الله رفتن نیاز داری آزمون ها میشه وسایل بهتری نیازه تو دیگه یه خلبانی یه دندون تو پر کرده باشی میگن جیوه داره تموم تو به درد ما نمیخوری برو باید درست بشی بعد بیای کجا درست شم صافت میکنه تو نگران اون نباش حاسبو قبل ان تو حاسب خودتون درست کنید قبل اینکه درستتون کنم خودتو درست کن قبل اینکه تو رو درستت کنم این داستانه ماست من برم سر بحث ادامه بحث اون راه رو میخوام یه خورده توضیح بدم امشب از گاردریلاش میخوام یه خود صحبت کنم براعت گفتیم راه یه سری تابلوها داره سر دوراهی میرسی دوراهی جایی که سری باید تصمیم بگیری تو جاده 120 تا داری میری نمیتونی وایسی تصادف میکنی سری باید تصمیم بگیری یا همه شش دنگ میشن همه آقا نگاه کن ببین کدوم وری باید بریم اینجا اگه اشتباه بریم باید بریم 20 کیلومتر بریم دور بزنیم دیدی چه استرسی میگیره میبینی نزدیکای ایت که میشه یه سری پلیسا هستن ها راهنمایی میکنن در زیارت جامعه کبیره به اهل بیت میگی اعلام اعلام یعنی چی؟ یعنی تابلوها اعلام کتاب دیدی؟ کتاب اعلام داره صفحه شناسه داره میگه توی تابلوها توی شمایید هر طرف تو بگی من باید میرفتم تابلوی انحرافی هم داریم؟ بله یه ای هم هستن شیتون میگه تابلو انحرافی میزنه میگه با این وری علکی میزنه بعد گولت هم میزنه اگه راه اصلی 100 کیلومتر مونده میزنه 50 کیلومتر بیا این و نزدیکتره اما کدام آدم عاقلی است که بگه سرات مستقیم مگه مستقیم تر هم داره سرات مستقیم چند تا راهه فقط یه بین دو تا نقطه چند تا خط مستقیم میشه کشید فقط یکی اما چند تا خط غیر مستقیم میشه کشید تا دل بی نهایت آقا پس این چی میگن برای بر بر تعداد انسان ها راه برای به خدا وجود داره ما روایت داریم از آقا مام صادق تو فیلم مارمولک هم آقای آقا رضا مارمولک گفته اینو اینا فلان آقا رضا مارمولک به من شما سند نیستش اما چون روایت من عرض میکنم بله در سرات مستقیم به تعداد انسان ها روش رسیدن وجود داره یکی با 20 تا میره گفتن 120 تا بیشتر نرید مثلا از 70 تا حداقل سرعت 120 تا با 80 تا میره یکی با 90 تا میره یکی با جیان میره یکی با پراید میره یکی با بنز میره یکی میامه وای میسته سب میکنه یکی میگم خب سبزوار بایستم سب کنم یکی میگم نشابون میخوام سب کنم تو تصمیم میگیری اما بهترین رانندگی از آن کیست از آن کسانی که در سرات مستقیم خوب تیه طریق کردن کیا؟ انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین امام خودش بهترین اوناس همیشه میشه سید المرسلین میشه سید الشهدا میشه صدیق الاکبر اینا الغا اهل بیت یعنی تو شهدا بهترینشون بازم خیلی خیلی ها. خیلی جالبه ها دقت میفرمایید پس همینطور که اینجا راه میره اونجا هم ازت کار میخوان و قرار راه بری اصلا آقا چرا این راهو باید بریم خب گفتیم ش... مسیر خودش خدا مشخص کرده آقا من رانندگی رو قبول دارم 120 سال بیشتر نمیرم اما الان چه وقت مشهد رفتنه بابا الان باید بریم شمال میگه میخوای بری برو آزادی مختاری منتا این ره که میروی به ترکستان است. اوضاع خرابه نمیتونی برسی شیطون اینه حرفش چی بود؟ خیلی حرف قشنگی برعکس زد که خیلی همین وحابی ها میزنن گفت خدایا من من شیش هزار سال تو رو بادت نگم امیر المومی میفرماد یه سجده این چهار هزار سال طول کشید یک سجدهش چهار هزار سال گفت خدایا بی خیاله بی خیاله این سجده ده رو برای آدم یه سجده ای من بکنم که نه قبل من نه بعد من کسی توان این سجده را نداشته باشه و شیرینی شیطون که از جنس جنیانه چیه اینکه آز اونا مختاره خدا چی فرمود؟ انما انا ارید به راستی که من میخواهم ان عربد که پرستیده شوم من حیث ارید لا من حیث تورید اونجوری که من دوست دارم عبادت نه اونجوری که تو دوست داری آی رانم ایران میشه حالا ما سر چلتا برم اینجا قول میدم یه بابا من قانون باید بذارم نه تو شیطان میدونه اداشتی بود میگه من موحدم میگفت من به غیر از خدا به هیچ کی سجده بگید همی هم همین وهابیا هم همینو میگفتن تو شرک سراغ غیر خدا رفتن چقدر جا؟ خدا میگه بری سراغ پیغمبر ما اهل بیتم میگه نه نه میره خدا خود تو نمیفهمی ما میفهمیم تو متوجه نیستی ما میفهمیم استغفر الله داستان سر اینه شیطون مسیر عبو... اصلا شیطون با سجده کردن و خدا مشکلی نداره قبلش هم سجده کرده بعدش هم پای سجده است میگم من به این نمیخوام سجده کنم خدا میگه برعکس من به تو میگم باید به این سجده کنی تو اگه منو قبول داری باید به این سجده بعد اون عین القزات همدانی برداشت و گفته بود که شیطان مولا الموحدینه مولای موحدانه چون خدا به غیر من سجده کن گفت من به غیر تو سجده نمیکنم یعنی احمقانه ترین برداشتی که میشه کرد بعد گفتن این اثر عشق بود اثر عشق بود افراد از این دست گفتن, گفتن خدا عشقش را بین دو تن تقسیم کرد چه مزخرفاتی بین پیامبر و شیطان کار او به حسد کشید و کار او به نبوت یعنی میگه اونم از سر عشق خدا حسادت کرد نه خیر حسادت چیز دیگری است که خواهم گفت خوا. حسادت از عشق نشأت نمیگیرد حسادت از غرور نشأت میگیرد کسانی که میگن حسادت از عشق نشأت میگیره متوجه نیست. نه عشق رو میفهمن ساحت مقدس محبت هم دارن چیکار میکنن آلوده میکنن اینا شتهیات اینا چرت و پرت آدمای خوبی بودن ها یه چیزایی میرسیدن اما چون لسان صدق نبودن مثل علی ابن ابی طالب یه چیزایی میپروندن این خطر داشت حالا این را دوتا تا شاخصه داره خوب حواستو جمع کن وگرنه اون دنیا آویزونی به این راه به سرات اون سرات همین سرات برای همین آقا رسول الله میفرما بنا او بدلا بنا او رفلا اصلا به وسیله ما خدا شناخته شد به وسیله ما خدا عبادت شد اهل بیت میفرماد میفرما اصلا فر... ملائکه که خدا آفرید هیچی بلد نبودن خود بهش گفت تو کی من کیم هم؟ همینجوری داشتن نگاه میکردن میگه چندین سال گذشت همینجوری نگاه میکردن میگه واش گفتیم بابا بگو با با تو خدای منم عبدتم منم بندتم میگه ما یادشون دادیم خود اهل بیت مدهوشه خداوند متعالن مهدقین زیارت جامعه کبیره میگه شما مهدقین بودید مهدق یعنی چی؟ از حدقه میاد میگه گرد گرد نشسته بودید محوه تماشای خدا بودید این شرک نیست این عین مسیر عبودیت است چرا خدا میگوید به آدم سجده کن ای ابلیس یه به خلیفت الله سجده کن ای ابلیس من در وجود او خاصیتی نهاده ام که میتواند شبیه آن چارده نفر بسیار بسیار شبیه آن چارده نفر شود همچون عباس اینکه هی میگم عباس عباس چون از عباس بهتر گیر نهی فکر نکنید چون الان نمیدونم مثلا تاسوعا بوده امروز دارم میگم آه. سخنرانی دیگه هم بوده نیمه شعبان هم بوده گفتم عباس علیه السلام علیه آلاف تحییت و ثنا بعد این رسید چه شد تا کجا رفت عرض میکنم خدمت این جاده دو بعد داره وگرنه تو در ری شک نکن ولو رانندگیت عالی باشه یا گمراهی زالینی یا غیر مغضوب علیهمی یا مغزوب علیهمی که خدا به دادت برسه راه تو گم کرده برو با هر سرعتی اصلا با بهترین با هواپیما اف 14 و F16 برو به سمت شمال. اشتباه را ما خواستیم تو مشهد. به خاطر اون حسدی نماز بخوننی وحابی ها برشون اثر نداره. ولا یزید الظالمین الا سارا. چرا؟ چون مسیر اصلا اشتباه انتخاب کردن. من یه مثال خیلی خوب میزنم. به شما میگن ما یه بطری آب داریم. اینو ش... با آب معدنی که اندازه مثلا خان... آب مدنی خانواده. دوتا لیوان داریم. ته یه دونه یه قطره نجاسته، ته اون یکی هیچی نجاست نیست تو هر دوتا آب پاکی روشنایی نور میریزیم تو ها حالا چی داریم یکی یه لیوان نجاست اون یکی چی؟ یه لیوان پاکی چی شد؟ تو که نور ریختی تو که پاکی ریختی تو که آب ریختی تو که قرآن ریختی میگه ولا یزید و ظالمین نه الا خسارا ظرف و اشتباه انتخاب کردی هر چی توش عبادت بریزی چی میشه فایده نداره فایده نداره اینایی که راه و اشتباه پیدا کردن و دارن کج کله میرن اینا بهش برشون حرامه ها بهتون بگم صدی نماز بخونه به ولایت اهل بیت نرسه جهنمیه برخی روایات میگن منباب و ارحم و راهمین بودن اگر پیام حقانیت اهل بیت بهشون نرسیده باشه خدا میبخشدش اگر نرسیده باشه متوجه شدید؟ اگر نرسیده باشه رسیده باشه و حتی امکان رسیدن فراهم بوده باشه خدا گوشش رو میگیره می میخواست بری خواست بری بپرسی الان تو کتب برادران بزرگوار اهل سنت ما یک روایت عجیب قریب است با سند بسیار صحیح چی میگه من ما تا یا یعرف امام زمانه ماتمی تتن جاهلیه هرکس بمیرد امام زمانش نشناست به مرگ جاهلیت مرده است خب بسم الله نشون بده امام زمان و اون نشون بده ملک عبدالله مطمئنی؟ اه. چی شد؟ مسیر خیلی واضح دو تا شاخصه داره امشب در مورد یکیش صحبت میکنم فردا شب اون یکی چیه؟ اینه که یه جاده دو تا شاخصه داره که شما گم نمیشی راه گم نمیکنی یکی خط سفید وسطه که این تو را به جاده فرا میخواند یکی دیگه هم دو تا گارد ریل داره بغلا که آن میگوید بیرون نرو و امر بالمعروف و انح منک خط وسط جاده میشه چی نماز روزه خیر خوبی میگه بیاید اون یکم نحی از منکر میکنه میگه بیرون من خاکی ها بیرون من نجاست ها بیرون من دروغه بیرون من تهمته بیرون من غیبته بیرون من زناست بیرون من شرابه او داره میگه اون گارد ریلا میشن براعت این خط وسطی میشه محبت کدوم داشت؟ هر دو کدوم مهمترن؟ هر دو هر دو هر دو یه جایی حتی بهتون بگم براعت مقدم است قرآن مشیش چی میگه؟ میگه لا اله الله میگه همه زمین ها باطله جز اینجایی که این دو تا گارد ریل مشخص کرد همه زمین ها باطله فمن یکفر به تاغوت و یؤمن به الله اول کفر به تاغوت بعد ایمان به الله هزاران سبل و راه وجود دارد آن طرف هزاران فرقه این سهیونیست ها این فراماسونه را می کشند می این بر صبح تا شبم تابلو زدن از این تابلوی زرق و از این چی از این رو... این تابلو که روشن میشه و تبلیغاتی بیاید این سم ببینم فلان صبح تا شب دارن تو بوغو و کرنا کردن دارن به من و شما میگن کی میتونه تو این مسیر بمونه که یک چشم بر خط سفید وسط جاده محبت سرات مستقیم داشته باشه و بدون این سرات سرات نجاته که اینا تو روایت خیلی خونید شما راه نجاتی شما راه سعادتی شما عمینه. و بیرونم که چی؟ آخ, آخ خدا نکنه بریم من میخوام خود روی زیارت آشورا بحث بکنم خیلی کوتاه ببین چی میفرمان امشبم بحثمو رو تموم نکنم اینجا بلند نمیشم ولی یه ساعت و نیم بشه خب چون خیلی مهم و رزقن البراعت من اعدائه میگه به من رزق بکن گارد ریل شناختن را که خیلی مهم است وگر تصادف میکنم چقدر رزقم کن یعنی روزی شناخته په بعضی یا این روزی رو خدا یه رزق من یه شا داستان سر اینه میگه به من برس من لعنای زیارت آشورا رو جدا کردم براتون جدا کردم با هم میخونم ببین چی میگه پشت سر هم بیاد یا چقدر زیاده این کفه ترازو سنگینه خب میگه فلعن الله امتا اسست اساس از ظلم بر جور علیکم اهل البیت ولعن الله امتا دفعت کن ان مقام و ازالت کن ان مراتب کن الله فیه لعنت بر اون امتی که اسست اساس از ظلم جور اساس ظلم بر جور بر شما گذاشت که برخیم هم یهودیانن بر شما اهل و لعن الله لعنت بر اونهایی که دفع کردن شما را از مقامتون و پایین کشیدن شما را از مراتبی که خدا بر شما مشخص کرده بود لعنت خدا بر اون امتی که شما را به قتل رسند قتلت کن ولا الله الممحدين لهم بالتمكين من قتالكم بريت الا الله واليكم منهم و اشياءهم و واولياهم من بیزارم از همه اونا از خودشون از شیعیانشون یعنی پیروانشون از اتباعشون اونا که تبعیت اونا رو پذیرفتن و اولیاهم و دوستانشون رؤساشون هر چی میخواد اولیا و معنی کنه من بیزاری مطلق میجویم از هر جاده خاکی است از این بیشتر نمیگه فقط اونا میگه اونا که رفیق اینا بودن حتی اونا که بوی اینا رو بدن من از اونا بیزارم خدا عجا لعن الله آل زیاد لعن الله مروان آل مروان و لعن الله بنی امیه تن میگه لعنت خدا بر آل زیاد لعنت خدا بر آل مروان لعنت خدا بر بنی امیه اینجا دو نوع لعن داری یک لعن لعن جریانیست. یک لعن لعن فردیست. برخی رو زیارت عاشورا فردی میزنه برخی رو چی میگه جریان فکریه بعد میگه بنی امیتن چی؟ قاطبه همشون طرف از بنی امیه بود زمان آقا محمد باقر اومد جلو محمد باقر میسه ابر بهار اش میخت گفت چی شده؟ گفت چطور گریه نکنم وقتی آیه شجره ملعونه در قرآن در مورد ما بنی امیه نازل شده است آقا محمد باقر فرمود تو از مایی از آنها نیستی مگر این آیه را ندیده ای که خدا گفت ذریه ابراهیم کسانی هستند که ابراهیم را قبول دارند مگر ندیدی خدا به نوح گفت پسرت از اهل تو بگی نیست نه که پسرت نیست نه که, که از نطفه تو نبوده نه که, که از ذریه ژنتیکی تو نبوده نه میگه وقتی تو اهل بودن اینجا بحث ژنتیک نیست الزامه اونی که بپذیره ولا انا الله ابن مرجانه پسر مرجانم بر او لعنت لعن, الله عمر ابن سعد و لعن الله و شم را اینام که فردی لعنشون میکنه که نباید فراموش بشه من هم این میاد ازش از این جاده خاکی میشه میشه آل زیاد آل مروان بنی امیه هم از اون تابلوی که ما رو کشون به این شمر ابو سفیان معاویه اینا با تابلوها بودن من از تابلوهای انحرافی از همه اینها براعت میجویم ولعن الله امتا اسرجت و الجمد و تنقبت لعنت خدا و برائتم رو اعلام میکنم از تمام آنهایی که زین بر روی اسب گذاشتند اما نیامدن فقط زین بر روی اسب گذاشتند و الجمت لجام زدن و تنقبت نقاب زدن لقتالک برای زدنشون طرف نیومده فقط اسب و زین کرده گفته برو بعضی از این بیشرف ها عزیز دل من عمر سعد به اینها وعده فقط جوی توبره اسبشون رو داد گفت بیاید میدونید چی گفت؟ گفت بیاید برید فقط بنزین ماشینتان را میده هیچ چی دیگه به اینا نداد گفت بیاید برید اونجا اگه چیزی گیر آوردید مال خودتون اگر شما چنان تاراجی را میبینید اگر میبینید که آن داستان انگشتر پیش میاد داستان گوشواره پیش میاد این اومده بکنه ببره اصلا امام زمان نمیشناسه اصلا چه میفهمه که با بلدزر افتاده به جون راه متوجه نیست ما لعن میکنیم اون مسیرها و اون سرتابلوهای سر این جریان رو و من اعدائكم و لكم الحرب و من اشیاعهم و اتباهم دبر میگه میگه اونها الناصبین لكم الحرب بر ناسبی ها هم لرند همون هایی که بر شما نسب کردن جنگ را و حرب رو با شما راه انداختن که شما خاندانی نبودید که دنبال جنگ بشید آقا عبد هم جنگ رو شروع نکرد گفت بذارید اولین این تیر رو اونا بزنن که گور خودش کن عمر صد وقتی اولین تیر رو دستور شده باشه کلا تمام شد اللهم العن ابا سفیان و معاویه و یزید ابن معاویه علیهم من کل لعنت و ابد تا عبد لعنت بر یزید عجب و هذلیا فرحت بهی آل زیاد میگه عجب تو زمت بید بگم امروز روزیه که آل زیاد و آل مروان به قتل حسین شادن من از اونایی هم که شادی میکنن نسبت یعنی ته دلشون احساس خوشحالی دارن نسبت به اینکه این بلا رو بر سر سرات مستقیم آوردن من از اونها هم برائت میجام لعنت خدا بر اونها آی عزیزایی که خانم های محترمی که دم آشورا و تاسوا خدا اینا کرده ممکنه یه مقدار آرایش بکنید و نشان فرح آقایینی که نشان شادی در دلشون باشه خطرناک لعن شدن اینا زیرت عاشورا میدونید قال الله حدیث قدسیه اللهم فضا فضا اف علیهم اللعن منك خدای خب من بیکار شدم لعنشون دو برابر بر کن ببین اصلا ول نمیکنه علیهم منك ول عذاب یه عذاب دردناکی هم بفرست عذاب عادی نباشه اللهم انی اتقربو الیک من اصلا به تو تقرب میجویم من میخوام به سمت هدف بیام من دارم میام سمت عوارضی مشهد ها فی و في هذا اليوم وفي و هذا وايام حياتي بالبراءه منهم ولا انا عليهم من میام سمت تو با شناخت این گارد با اینکه جاده بیرون قبول ندارم با لعنت بر اونا به شما نزدیک میشم عجب یعنی میشه روش نزدیک شدن به چیه به خداست جالب در زیارت عاشورا اول صد تا لعن داری بعد صد تا سلام یعنی اول این گارد اهمیت داره شناختش آدم بدون دشمن شناسی کاریکاتوری چهرش ناقصه همه چی محبت همه خوبن همه مثل این فرقای جدید همه گل و بلبلن هیچ راه به جهنم میبره چرا چون میگه همه زمین سرات مستقیم هست چه این طرفی بری همه به سوی خدا میروی اصلا شیطان اومده چیکار کنه دید نمیتونه از سرات مستقیم بکشه آخرین ز... آخر زمین چی شد گو همه زمین سرات هر طرف بری خداست داستان اینجوری درست شده اللهم لا اول از ظالم از ظلم حق محمد و محمد و, و اخر تا من خدا اعظم اولیشون تا اون آخری که قرار بیاد من لعن میکنم یعنی چی از اول جاده تا آخر جاده من لعن میکنم بر کسانی که بخوان جاده خاکی بزنن کسانی که بخوان این حقیقت رو منحرف بکنن نمیذارم اگه میبینید به اهل بیت میگیم انتم صراط الاقوم اقوام از قوام میاد مستقیم هم از همون ریشه گرفته شده میگه اون سرات اقوام بر وزن افعل فقط شما هید ولا غیر کسی دیگه اصلا وجود خارجی نداره فقط شما هید. داستان سر اینه و من میخوام قوانین شما رو رعایت کنم علی شهادت میدهم او دنیا با علی میسنجن دیگه میدونی چیکارت میکنن یه طرف علی ابن ابی رو میذارن تو ترازو یک طرف من تو رو میذارن صداقتش را با علی بسنجید گفت چی ای علی هستم نماز خواندنش را با علی بسنجید همسرداریش را با علی بسنجید فکر میکنه مقدر نماز خوندن همین عبادت همین باشه بده یا نمازی به و چقدر همسرداری اهمیت داره چقدر به فکر شوهر و به فکر زن بودن اهمیت داره امیرالمومنین فرمود 90 تا زخم برداشتم 90 تا تا زهرا رو دیدم بر من لب خنزد یادن رفت خدا شد دینداریمون رو با علی میسنجم انس نقل میکنه این دشمن امیر المومنین بود منابع اهل سنت نقل کردم گفت امیر المومنین وقتی خلیفه شد یه روز بلند شد گفتش که ببینید حالا که دیگه تموم شد منم خلیفه شدم یادتونه اما قدیره یا نه خدایشالا قسم داد به قرآن بفرد میگه چند نفر بلند از صحابه این انس بلند نشد انس ابن. انس ابن مالک بعد این خادم پیغمبرم بوده ها نشسته اونجا انس گفت امیرالمومنین گفت انس تو که تو که همون جلو بودی اونجا که جهازش تو رو چیدن تو اون جلو اولیه بودی که من دیدم تو رو گفت من آلزایمر گرفتم من فراموشی گرفتم گفت ان کنت کاذبا اگر دروغ گویی الهی به یه برسی بیماری پوستی مبتلا بشی که با امامه نتونی بپوشیش. برید ببینید تو تاریخ برادران اهل سنتمون نوشته چطور مردیم. میگن یه برسی گرفته به پاهاش کشید از صورتش همون طور هم مرد انس نقل میکنه با پیامبر داشتیم میرفتیم علی به یه باقی رسید گفت چه باغ زیبای پیامبر گفت باغ تو در بهشت زیباتر است رفتیم جلوتر به هفت تا باغ همینطوری رفتیم تو باغای مدینه نخلستان ها گفت باغ تو زیباتر است باغ هفتم یوهی برگش علی رو بغل کرد های های گریه فکر کن رهبر مملکت دیگه پیامبر اون موقع بلا تشبیه یعنی عالی ترین مقامی که میتونستن ببینن رهبر مملکت یوهی وسط خیابون گریه یکی رو بغل کن شروع کنه گریه کرد همه گفتن چی شده یا رسول الله گفت ای علی چه بغزها ها که در سینه های اینها نمیبینم که جز پس از من آشکار نخواهند کرد جواب بعد ببین چی میگه سه مرتبه رس آقا رسول الله به امیر میگه به ابل وحید شهید به ابل وحید شهید به ابل وحید شهید بابام به فدای تو شهید تنها پدرم به فدای تو شهید تنها پدرم به فدای تو شهید تنها امیر گفت فدا سرت یا رسول الله دینم اون موقع چجوریه بهم به بگو گفت تو مسیرم یا نه نگران اونم گفت فی سلامت من دینک دینت سلامت مهم نیست دین برا مهم من نگه انتم سرات الاقوه من نگه داشتن این سرات الان تابلو دست منه علم دست منه علیه نمیذارم بعد این همراهان چه زیبا میشن صدیقین و انبیا و صالحین و کی؟ شهدا که میدون هی این پولیس ها میگن تابلو اصلی اینها خود تابلو که زده امام تابلو اصلی اینها بعد امیر یه جا میبینه این تابلو کمرنگ شده چی میگه؟ میگه عین امار کو کسایی که مردم راهنمایی نمایی کنن به تابلوی درست داستان اینه عین امار و باید جان داد برای معرفی به سرات مستقیم باید جان داد کی این کار کرده؟ از برای سرات مستقیم چی میگه وقتی امیران دارن میکشن میبرن میگه یا علی خیر و که خیری و شر که خیری میگه تو که شر نداری اینا نمیفهمن شر تو هم خیره تو که شر نداری اشاره میکنه بیبی بی به بی 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 آن آیه قرآن که ائمه یحدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخيرات میگه شما تمام فعلتون اماما خیره آیه قرانه امام هایی که دایت میکنن به امرنا به امر ما و اوحینا و وحی کردیم بر آنها فعل خیر رو نه که افعل الخیرات کار خوب بکن نه کلا میگه هر کاری کنن خوبه بشینن پاشن بخوابن صلح کنن به جنگن ها قیام کن قعود کن داری یا نداری و امام زمان سلام میده کجا سلام علیکه ترکو تسجد تقنط هر حالتی که هستی تو بر حقی سلام بر تو که تو خود سلاتی تو خود نماز عبودیت توی طرف اومد وسط آشورا گفت یا باب بله وقت نمازه حضرتی نگاش کرد گفت خدا تو را هست بگید نمازگزاران قرار نمازگزاره که چی گفت از نمازگزاران قرار بده دستشو گرفت از یاران حضرت ها خیلی آدم خوبیه اما معرفتش مثل عباس نیست اومد به امام زمان میگه نماز <تصفح> میگه امیر تو شورزارهای بابل لاش میرفت با یه سپاهش رسیدن اونجا وقت نماز شد امیر نماز رو نخون همینجوری رفت دونه دونه همینجور پیاده شدن نماز بود نماز خوند هی نماز خون. حضرت بی نماز شده چه نمیخون میرم میرن امیر المومنی میگه تنها کسی که تا آخر با من آمد فقط مالک بود گفتم مالک تو نماز نمیخونی؟ گفت شما چیکار میکنی؟ گفت نماز بخون گفت شما چیکار میکنی؟ گفتم چرا من؟ گفت من از رسول الله یه آمار گرفتم تمومه گفت چی؟ و علیون معل حق والحق و معل علی تمام من جستو هیچ چی نمیشناسم تو نخوندی لابد اونجا نباید بخون بعد برمیگرده میگه بله آنجا یک مردمی بودن به فلان بلا از بین رفتن بر اوسیا انبیا نماز خواندن در آنجا حرام است من نباید میخوندم در آنجا مینه در وصف مالک چی میگه میگه مالک برای من همچون علی برای پیامبر بود کی مالک اشتر ما باید بریم به خاک پای این تابلوهایی که به علی هدایت کردن یا آدمایی که واسه کنار جاده گفتن جاده خطرناکه شب تابلو رو خوب نمیبینی ها شب شده تابلو خوب دیده نمیشه اون چراغا سوخته لامپا سوخته میگه برید این طرف برید این طرف دشمنم چیکار میکرد لامپا رو میزد تو جنگ جمل هزار نفر از یاران امیرالمومنین رو زدن بعد اون امیرالمومنین کمیتش میلنگه کی بهش معرفی کنه کی معرفی کنه کی بگه به سمت علی داستان سر این عزیز دل من اینا درک نشده فهمیده نشده چقدر اهمیت داره این خط شناسی خیلی نمونه براعت در آشورا عباس ابن علیه خدا گواهه اصلا نداریم نداریم مثل چی شده؟ یه تابلوی بهش معرفی کردن خیلی هم عالی اما نامه براش آوردن میری چیکار کرد؟ گریه کرد عشق میریخ چی میگفت؟ میگفت اینا در من چه دیدن که اما نامه بر من آوردن من دیدم دختر دختر خانم عفیفی رو دیدم که اومده بود خونه بهش مطلک انداخته بود گریه میکرد گفتیم بابا تو دختر خوبی هستی چرا گریه میکنی حالا یه دیوانه بولن شده به تو یه چیزی گفته معلوم نبوده مست بوده حواسش نبوده اینا پیشوره شعورن چیز میگن دیگه می گفت نه من که اینطور موقر داشتم راه میرفتم حجابم کامل بودم این چرا جرأت کرده به من چه ایرادی داشتم من ناراحت اونم یه حضرت زینب نگران شب آشورا نقش شده تو تاریخ حتی اونم فردوشه برسم بگم یا فردا شب پس فردا حضرت زینب میاد میگه مطمئنی از یارات آقا من نگرانم آقا عبدالم میگه من اینا رو آزمودم بعد سراغ حضرت عباس میره دست دست میکنه میگه شنیدم اما نامه اینا این داستان چیه که گریه میکنه حضرت عباس اصلا میزنه میره تا صبح پشت اون خیمه ها را میره با خودش میگه با من چیکار کنم اینا عجیبه ماجرا خودش میخوام خطبه عباس ابن علی رو قبل از خروج از مکه مکرمه براتون بخونم شاهکار از این خطبه 99 درصد شیعیانم هم نخوندن این خطبه آقا امام شناسی این خطبه به والله قسم براتون میخونم ترجمهش میکنم قضاوت با خودش چیکار کرد داشتن تواف میکردن دو دور بالاخره رفته داره اعمال حاجیان دارن انجام میدن آقا دید این حرام لغمه ها دارن میان صدای زیر لباس احرامشون جیرین جیرین میکنه دید اینا شمشیر و قداره و قمه بستن یه جاهای هم یه نشونی هم میدادن یه کوری میخوندن میگه دندون چنگ و دندون نشوندن حالا حضرت عباس فوران کرد حضرت عباس نقل شده تو تاریخ وقتی دشمنان امیر و از زهرا اسمشون میومد ناراحت میشد اصلا به هم میریخت یعنی اینجوری به داشت اصلا به هم میریخت یه تحمل بتونه با واقعا بعد میگه چیکار میکنه امام حسین طرف واشده خونه هم اینجاست میره بالا این خطبه رو میخونه کوتاه پنج خط اما درس کامل امام شناسی. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي شرف هذا بقدوم ابیه شکر خدایی را که شرف داد به این خانه به مقدم پدرش گفت یعنی خونه کعبه باباش کیه؟ حسین گفت شما ها نمیفهمید بد بدبخت اومدید دور این سنگه دارید میچرخید؟ شرف هازا به قدوم ابی این شرفش به حسینه وگرنه یه سنگه خدا میخواست به اینا بفهمونه که علی تو خونه کعبه به دنیا آمد خدا تو قرآن چطور باید بگه مریم وقتی میخواد ایسا مریم علیه ما سلام رو به دنیا بیاره چی میگه؟ میگه از خونم برو بیرون اینجا محل زایشگاه و زایمان نیست اما به فاطمه بنت اسد در مستدرک حاکم نیشابوری جلسه نوشته از منابع موثق اهل سنت گفت بیا تو بیا تو کعبه که, که این علی است چطور باید الان بر... این رکن یمانی دیگه هی این ترکه هنوز هست هی بتون میزنن هر کاری میکنن بازم ترک داره تو اینترنت ببینید عکساش هست برنامه جدیدشون میبینید چی که تخریب کل خانه کعبه از اول ساختن فقط برای محو اون ترکه یریدون الی نور الله و افواه و الله متم نور هی ولو کره الکافرون میخوان با فوت کردن نور خاموش کنن خودم نمیگه آتش ها میگه نور <تصفح> نور رو مثلا به فوت کنید نور اینجا کم میشه چقدر احمقانه است خدا میخنده میگه چی کار دارید میکنید من کان بالامس بیتن اصبح قبله اونی که تا دیروز یه خونه بود تازه امروز شده به تازه امروز شده قبله چرا؟ چون حسین بر کنار او پا گذاشت بعد ببینید حجاج حجاج مسلمان نبودن یا کافر بودن ها میگه مسلمان بودن لباس احرام داشتن سرها هم تراشیدن ها ایستادن ببین چی بهشون میگه ایوها الكفرت الفجره ای کفار فاجر لفظ چی استفاده میکنه؟ کافر اینا خدا رو قبول ندارن بهشون میگه کافر؟ خود شیطان خدا رو قبول نداشت؟ چرا خدا بهش گفت کافر؟ میگه تو بدون شناخت امام زمانتان چید؟ کافر فاجرید ایو حل کفرت اتا سدون طریق البیت الامام البراره میخواید راه بر امام نیکی ها ببندید؟ چی کار دارید میکنید؟ من هو احق بهی من سائر البریه کدام احق است و حقانیت بیشتری نسبت به این خانه دارد از تمام موجوداتی که خدا آفریده است من سائر البریه و من هو ادنا به چه کسی به این خانه نزدیکتر است به قبل نزدیکتر است ولولا حکم الله ولولا حکم الله الجلیه و اسرار الحلیه ای و اگر نمی بود حکمت های جلی خدا و اسرار عالی خدا یعنی یه جبر خدا اگر نمی بود یه اتفاقی برد و اختبار البریه لطار البیت الیه قبل ان یمشی الیه گفت شما به چشم خودتون میدیدید که این خانه پرواز می کند به سوی حسین قبل از آن که حسین به سوی او بیاید گفت حیف که جبر این دنیا و این جای نا گرفتتش این حکم الله جلیه است قد استلم الناس الحجر مردم دستشون رو دارن به سنگ میمالن ولا حجر يستلم شما چه میفهمید که سنگ دستانش را به او میمازه میگه او متبرک میکنه این خونه و این حجر الاسود زیباش به اینه تو کجا دارید میری ولو لم تكن مشیت مولای مجبول من مشیت الرحمن اگر نمی بود مشیت و خواست مولای من که آن هم خواست خدای چیست؟ رحمان چرا میگه رحمان نمیگه رحیم؟ چون رحمان محبت چیه؟ آم اصلا کشتی حسین همینه رحیمیت نیست رحمانیت میگه همه بیاد اصلا ولایت و امامت من با رحمانیت رو بگم چون همه باید امامو بپذیرن نه یه ادهی خواست به خاطر حضرت هارون میگه ان ربکم رحمان فتبعونی و اتی او امری وقتی راق سامری میرن میگه خداتون رحمان بیاد به سمت من کجا دارید میرید میگه اگر نمی بود اون خواست مولای من که عین خواست کیه بگید خداست ببین سر تناب دست کیه خدا حبل الله کیه مولای منه تناب اما دست خداست که عین خواست خداست لوقعت علیکم میگه بره امام من شو خوشونه میکشید قمه به امام من نشون میدید شمشیراتو میاد به امام من نشون میدید اگر نمی بود که حکم مولام که من ساکت اینجوری نشستم اینجا و دارم دندان بر دندان میفشورم فقط به خاطر فرمایش او لوقعت <applause> علیکم که الغضبان على اسافیر الطيران مثل باز شکاری که بالا سر گنجیشگاه تو آسمون میاد بالا سر تو میومدم تا بفهمید یعنی چی این عباس خدا وکیلی میگه مثل الامام که مثل کعبه ال... مثل امام مثل که است میگه تو باید به سمت امام بری چقدر زیبا عباس ابن علی اشاره میکنه میگه کجایی کعبه یک رنگ سنگ نشانی است که ره گم نشود امامو بفهم حالا خدا چه آزمایشی کرد بگو چیکار کرد به کعبه اصلی گفت دور شو از مکه میخواست ببینه حاجی ها باید تصمیمشون رو بگیرن با این کعبه ثابت میمانند یا با آن کعبه متحرک اگه چند درصد رفتن با آن کعبه متحرک خیلی کم خیلی کم کعبه شش گوشه بنا کرده ای رفت اونجا لباس احرام کفن میشه اصلا یک داستانی علم میکنه اونجا یک داستان قربانی اونجا فرق داره مثلا حقیقی همه چی همه چی حقیقیه و, و به ذبح عظیم اونجا که اسماعیل قرار خوب شد قربانی نشه گوسفند آوردیم که حاجی هم گوسفند قربانی میکنن اینجا قرار برگرده مصیبت عظیم ذبح عظیم میخواد کجا دارید میرید اتخوفون قوما يلعب بالموت في الطفوليه فكيف كان في الرجوليه قومی را از مرگ میترسانید که در کودکی با موت بازی می کرد حال چه خواهد بود در رجولیه در مردانگیشان یا ما قومیم که تو بچگیمون با مرگ ما بزرگ شدیم پدر ما مولای جهاده مولای لیلت المبیته شما ما را از مرگ می فرزندان علی رو ما تو بچگیمون با مرگ بازی می کردیم تو خود دریاب در مردانگی چه خواهیم کرد ولفدیتو بل بالحامات سید البریات دون الحیوانات یه هایی که از این گاردریلا داره صحبت میکنه حواسش یه بر یه برمیگرده به کی اشاره میکنه آه الهی من قربون تو برم اصلا ول میکنه اونا رو یه برمیگرده امامش نگه میگه الهی من قربون تو برم که تو سرور تمام موجودات و زنده هایی اینا نمیفهمن تو را. ببین هی داره اونا رو را به راحت میجوه از اونا دف میکنه اونا یه اما یه دل این طرف یک دست جام بادو، یک دست زلف یار رقصی میانه میدان ما رزوست فهمیده شناخته امامشو هی هات هی هات هی هات فنزرو ثم منزرو هی هات نظاره کنید و سپس نظاره کنید من من شار بالخمر هی بیرون راهو میگه هی بیرون سراتو میگه هی درون سر. من من شار بالخمر و ممن صاحب الحوزه و الكوثر میگه ای وای هی هات هی نگاه کنید یک طرف شارب الخمره یک طرف صاحب حوزه کوثره و هی هات ممن من فی بیت یک طرف کسی که تو خونش وحی قرآن بوده و ممن من, من فی بیت اهل لحوات اون یکی هم تو خونش چیه لحو لعب و نجاسته و من في م من, من في بيت التطهير والايات اون یکی هم که آیه تطهیر برای اینا نازل شده آیات قرآن قرآن به جز مدح علی آیه ندارد همینه می کجای اون جاده خاکیه این جاده آسفالت این درسته کجا دارید میرید هم برای کی داری حرف میزنی چقدر جالب او حاجی نماز نمیخوندن نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو به منکر علی بگو نماز خود قضا کنن و انتم وقعتم گوش کنید داره تموم میشه و انتم وقعتم فی غله التي قد وقعت فيها القريش شما تو همون غلطی افتاده که قریش افتاد چی شد می قریش چیکار کرد لانهم ارادوا قتل رسول الله اونا میخواستن کیو بکشن و انتم تريدون قتل ابن بنت نبی کم شما میخواید پسر دختر پیغمبرتون رو بکشید انگار نه انگار این حرف رو به اینا میزنه درسته؟ اما آقا عبا عبدالله به حری که جلوش گرفته تا بهش میفهمونه که من فرزند زهرام میگه اشتباه کرد ببین یعنی همون استدلالی که برای هر آورده شده برای اینا آورده شده اما این اصلا تکون نمیخورن ولا یزید و ظالمی نه الا خسارا تو لیوان که یه قطره نجاست بود هر چی آب بریزی هر چی حرف حق بزنی هر چی به معروف بکنی، بدتر میشه چرا چون مسیرش اشتباه چون ظرفش اشتباه چجوری بگیم ولا يمكن لهم ما دام عليا ولا يمكن لهم ما دام امیر المؤمنین علیا حیا میگه اما براشون ممکن نشد تا موقعی که علی چی بود زنده که تا علی زنده بود که اینا نتونستن پیغمبر بکشن اما برای شما بگم و کیف یمکن لکم و چگونه میتواند برای شما ممکن باشد قتل ابی عبدالله قتل حسین ما تا حیان سلیلا تا موقع که من زندم یعنی من برای حسین علیم برای پیامبر ببین چی امیر کرده علی عب، عباس تعالو بیاید اخبرو میخوام خبرتون کنم به سبیله به راه کشتن من به راه رسیدن به حسین میخواد حسین رو بکشید به خودم بهتون یاد بدم بعد رو قتلی منو بکشید هر جنازه من بر رد بشید باده رو وضرب و اونقی گردنم رو بزنید لیحصل مرادکم منو باید بکشید تا به حسین برسید که تا من زنده باشم هیهات نمیذارم برید لا بلغ الله مدارکم و بددد امارکم و اولادکم و لعن الله علیکم و علا اجدادکم خدا شما را به مقصودتان نرساند و عمرتان و فرزندانتان را که کوتاه کند و لعنت خدا بر شما و پدرانتان که قصد قتل رسول الله را داشتند حالا بعد تو میگی توی امامزاده ها چرا عباس فقط باید نماز زیارت داشته باشه چرا عباس باید یک طرف این بین الحرمین باشه اون طرف حسین باشه فکر علکی دادن بها داده بابتش بادر و قتلی برای آب جون داد کسی جرعت داشت بره به اون سمت تا عباس بود غیرت الله همین بعثی ها خدا با که از عراقی بپرسید به حرم امام حسین توپ میزنن به حضرت عباس نه چون براعت داره عباس براعت داره عباس ابن علی فکر کردید علکیه فکر کردید بی خوده؟ اما اینجا معنی عشق بگم ارزم تمام ما یه حسادت داریم یعنی چی یعنی من یه چیزی دا... دا... مهم نیست دارم یا ندارم چون اون آدم داره من نباید باشه متوجه اید م... اصلا اون نباید داشته باشه این میشه چی حسادت مهم نیست اصلا من دارم یا ندارم. اون چرا داره آدم مریضه شیطان حسادت کرد خب میگه چرا او به خلافت میخواد برسه مرحله بعد این که خوب میشه میگم او داره کاش منم بگید خدایا باله اینجوری برخورد کن بگید خدا مارم شبیه اونا کن مارم اللهم مجعل بگید محیا یا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات مارو عین اونا کن خاصه عباس هم این میشه چی اسمش او داشته باشه ای داشته باشه من نمیخوام اون نداشته باشه اما منم داشته باشم اسمش میشه چی قبطه برای کلا از این بالاتر داریم بله ای. میشه چی میشه ایثار میگه او نداره من دارم میخوام ببرم بدم بهش به کسی چه من حق خودم نیست جانشو فدا میکنه یه مرحله از این بالاترم داریم آقا او دیگه چی چیه آه این خیلی قشنگه مواسات میگه اون نداره من دارم اما نمیتونم به اون برسونم توی ایثار قرار بود بره به او بده گفت من نمیتونم برسونم ببین نمیتونم اصلا راهی نداره به او برسونم منم مصرف بگید به آب زد تا زیر شکم اسبش تو آب رفت دست جام آبی درست کرد اصلا یادش نرفته که حسین رو که بگه فذکر اتش حسین. اصلا یاد ذکر اتش حسین. گرفتی چی شد؟ گفت من دارم او نداره اینام هم بد جوری دورم گرفتن منم نمیخوام این میشه عباس بن ببین چطور براعت و داره چجور قرق در همون خط چین وسط جاده چطور غرق در امام شناسیه چقدر دوست داره شبیه امامش بشه دیشب گفتم هر کار امام حسین میکنه همون کار میکنه گل یه چیز میدونه برادرش زودتر از خودش پسران ام البنین رو به نبرد فرستاد گفت برید کشته بشید گفتن چه میکنی عباس گفت میخواهم در داغ برادر دیدن هم شبیه مولایم شوم او امروز داغ برادر میبینه این کیه بابا این اصلا کیه بر همین ابو عبدالله خیلی زیبا در وصفش فرموده از زبان ابو عبدالله است. یه شعر چند بیتی و ارزم تمام آماده باش مقدم ما در سفر یکی است آماده باش مقصد ما در سفر یکی است جداست ولی بال و پر یکی است اینها برای کشتن ما صف کشیدن از هر کجای دشت به پرسی خبر یکیست دار و ندار من همه در بین خیمه هاست آتش که شعله بر بشود تر یکیست حتی به روی اکبر من تیغ می با اینکه با پیام بر از هر نظر یکیست تنها به این گناه که فرزند هیدری بغزن ابیک یا حسین ابو عبدالله اومد گفت چرا میخواید منو بکشید؟ هیچ جوابی نداشتن گفتن بغزن ابیک، بچه علی تو تنها به این گناه که فرزند هیدریم تنها به این دلیل که ما را پدر یکیز آیا کسی نمانده که یاری کند مرا؟ آیا کسی نمانده که یاری کند مرا اینجا میان این همه لشگر اگر یکیست عباس من برادر من نور چشم من طرز مساف کردن تو با پدر یکیست تنها رجز بخوان و بگو یا علی مدد در چشم شیر یک نفر و صد نفر یکیست از بس حروف پیکر پاکت مقطع است از بس حروف پیکر پاکت مقطع است پایین پای مرقد و بالای سر یکیست شمشیرها به دور تنت حلقه میزنند شمشیرها به دور تنت حلقه میزنند چون جمع تیرها همگی زر بدر در یکیست بعد از من و تو زینب اگر نشنود بدان بعد از من تو اگر زین نشنبت بدان خونین بدن زیاد ولی خونجگر یکیست پیشانی سپاه من شه سوار من وقتی سرارو رو داشتن می بردن سپاه ها می بردن بی بی فرمود این سر عباس رو ببرید جلو بذاری؟ اومدنی پیشانی سپاه بود جلو وایستاده برگشتنی هم پیشانی سپاه شد و پیشانی که اثر سجود بر آن بود و شکافته شده بود به عمود آعنی. پیشانی سپاه من ای شه سوار من و روی نیزه نظرها و شان بر یکیست قرق ستاره است تن من ولی هنوز قرق ستاره است تن من ولی هنوز در آسمان بی کسی من قمر یکی است و سيعلم الذين ظلموا ايمن غلبا ينقلبون تو اللهم عجل ولی الفرج والعافیه و وجعلنا من خیر عوانه و انصاره والمستشهدین بین یده الهی بالعباس عجل لولیک الفرج